پایان یافتن ماموریت جاوید رحمان قرار است مای ساتو، پژوهشگر و استاد دانشگاه، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران جایگزین او شود. مای ساتو اهل ژاپن، کارشناس حقوق کیفری است و در بین مدافعان حقوق بشر شهرت فراوانی دارد. او برنده جایزه جرمشناس جوان ژاپن در سال 2014 است و در حال حاضر دانشیار دانشگاه موناش استرالیا است. ساتو از پایان ماه ژوئیه جایگزین جاوید رحمان می شود که 6 سال است این سمت را بر عهده داشته. امروز جمعه در پایان نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مای ساتو به عنوان گزارشگر جدید ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی خواهد شد. ساتو متخصص علوم اجتماعی ژاپنی است و از سوی شورای حقوق بشر از بین 11 نامزد به جای جاوید رحمان گزارشگر کنونی انتخاب شد و از 11 مرداد ماه مشغول به کار خواهد شد. بردیا افشین نگاهی کرده به زندگی کاری مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران. وظایف او در این سمت و چالش‌های پیش روش رو به تصویر کشیده. مای ساتو کیه؟ او یک کارشناس درجه یک حقوق کیفریه که در بین مدافعان حقوق بشر اعتبار بالایی داره. یک متخصص علوم اجتماعی با کارنامه‌ای پربار. یک چهره آکادمیک که تمرکزش بیشتر از همه بر مجازات اعدام بوده. البته او بر موضوعاتی دیگه چون مبارزه با مواد مخدر، قتل‌های فراقانونی، تخلفات قضایی، تخلفات ضابطان قضایی و پلیس و قوانین بین المللی حقوق بشر کار کرده. مای ساتو متولد توکیو، پایتخت ژاپنه. او در بریتانیا تحصیل کرده و دکترای خودش رو در سال 2011 گرفته و همونجا مشغول به کار شده بود در چند دانشگاه بریتانیایی. اما در سال 2019 به استرالیا مهاجرت کرد. همزمان با تدریس در دانشگاه اونجا مدیر یک پروژه آکادمیک و غیر دولتی بود که با مجازات اعدام و قتل‌های حکومتی از طریق تحقیق، آموزش و مستندسازی او مبارزه می‌کرد. یکی از مهمترین تألیفات مای ساتو این کتاب درباره اعدام در ژاپن، عنوانش اینه: مجازات اعدام در ژاپن و آیا اینکه جامعه حذف اون رو تحمل میکنه. البته مای ساتو یک مستند تأثیرگذار هم درباره این موضوع ساخته. مأموریت او به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران چه خواهد بود؟ مثل همه گزارشگرهای دیگه، اول از همه باید وضعیت حقوق بشر در ایران رو به دقت رصد کنه. اطلاعات رو از طیف گسترده‌ای از منابع، از جمله منابع دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، افراد مربوط و شهروندان جمع کنه. به علاوه او باید به حاکمیت، سایر افراد و آحاد مربوط درباره اینکه چگونه وضعیت حقوق بشر در ایران میتونه بهبود پیدا کنه مشاوره بده و حتی به اونها توصیه کنه. یکی از کلیدی ترین وظایف او اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر و در این حال تلاش برای ارتقاء اون در ایرانه. بالا بردن آگاهی ها در این باره. نهایتاً باید سالانه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همینطور مجمع عمومی سازمان گزارشی رو با جزئیات درباره حقوق بشر در ایران ارائه کنه تا جهان بفهمه در ایران چه خبره و درباره حقوق بشر در ایران چه باید کرد. اما نگاهی کنیم که تا به حال چه کسانی عهده‌دار این سمت مهم بودند. مای ساتو که به زودی جای این عده رو خواهد گرفت، به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران مشغول به کار خواهد شد. از این عده چه چیزی رو به ارث برده؟ میراث اینها یکی دو چالش بسیار بزرگه. بزرگترین چالش همکاری نکردن جمهوری اسلامیه که اجازه دسترسی رو به گزارشگر به ایران نمیده و فشار سیاسی به گزارشگر میاره. و خب گزارشگر منابع اطلاعاتیش بسیار محدوده. صحت سنجی از راه دور بسیار سخته. و ضمن این که قربانیان نقض فاحش حقوق بشر
از انتقام جویی جمهوری اسلامی میترسن و در اطلاع رسانی مشارکت نمی کنن، حتی اگه خودشون رو به خارج از کشور رسونده باشن. با این حال واقعیت اینه که با وجود همه این محدودیت ها و سختی ها، نقش گزارشگر ویژه در جلب توجه بین المللی به مسائل حقوق بشر در ایران بسیار حیاتیه. یک نقش کلیدیه که در حمایت از حقوق بشر در ایرانیان به اون پرداخته میشه. و خب کسانی که دغدغه حقوق بشر در ایران رو دارن و توانایی ها و دانش های مایساتو رو میشناسن، میدونن که اون میتونه از پس این ماموریت سخت بر بیاد. شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران از فرانکفورت همراه ما هستند. خانم امین، باید یک نگاهی اول به گذشته داشته باشیم دیگه. به هر حال موقعیت و سمت جاوید رحمان رو نگاه بکنیم. پیش از اون خانم جهانگیر بودن، احمد شهید پیش از خانم جهانگیر. در هیچ کدام از این موارد جمهوری اسلامی در هیچ سطحی حاضر به همکاری نشد. آیا فکر میکنید که همین روند عدم همکاری و عدم به رسمیت شناختن این سمت از سوی جمهوری اسلامی در دوران مایساتو هم ادامه پیدا کنه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در واقع باید نقش متهمی رو بهش بدیم که جرائمی مرتکب شده، جنایتی رو مرتکب شده، حالا در جای دیگری در سازمان ملل قرار به این جنایات، به این نقض حقوق بشر رسیدگی بشه. یکی از این نهادهایی که مسئول رسیدگی به این موضوعات هست، گزارشگر ویژه حقوق بشر هست در مورد اون کشور خاص. در واقع وظیفه خانم ساتو، خانم آقای جاوید رحمان، آصف جهانگیر و همین عزیزانی که این مسئولیت رو تاکنون به عهده داشتن، رسیدگی به مجموعه وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بوده. طبیعیه که جمهوری اسلامی که قدرت رو در دست داره برای این رسیدگی به این اتهامات همکاری لازم رو نکرده و نخواهد کرد. نکته‌ای که ولی بسیار مهم هست اینه که جمهوری اسلامی نه تنها در تمام این سالها همکاری نکرده، بلکه گزارشگران ویژه رو مورد تهدید قرار داده. همونطور که می‌دونیم برای آقای جاوید رحمان هم در پاکستان حکم قتلش رو، فتوای قتلش رو مسلمانان افراطی همراه با جمهوری اسلامی داده بودن. به این معنی شغل خطیری است، نه تنها شما از همکاری دولتی که قراره به وضعیتش رسیدگی بکنید، به اعمال و رفتارش رسیدگی بکنید برخوردار نیستید، بلکه اون دولت در واقع در مقابل شما یک جنگی رو در نهان و علنی آغاز کرده. اما همین که گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده، نشون میده که وضعیت حقوق بشر وخیم هست، برای اینکه این تصمیم برای کشورهای دیگه به طور عادی گرفته نمیشه و این یک موضع و نهاد ویژه هست که در کشورهایی که وضعیت حقوق بشر وخیم هست فقط اتخاذ میشه. خانم امین، اختصاصا در مورد جاوید رحمان اگر بخوایم صحبت بکنیم، نقش خیلی مهمی داشت در مستندسازی در واقع موارد نقض حقوق بشر، موارد فراوان نقض حقوق بشر اگر بتونیم به درستی بگیم. این روند فکر می‌کنید در دوران ساتو هم ادامه داشته باشه؟ خب ببینید، ما تمام این سالها با گزارشگران ویژه حقوق بشر و با نهادهای دیگه سازمان ملل همکاری داشتیم. خود من بارها دیدار داشتم با تمام سه گزارشگر آخری که عنوان کردین، آقای احمد شهید، همینطور جاوید رحمان. اینها کسانی بودند که علاقمند بودند که در مستندسازی این وقایع، جنایات جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر با دقت عمل بکنن. بسیار مایل بودند که فراجناحی عمل بکنن، یعنی در بین سازمان‌های حقوق بشری همه رو به گزارش‌هاشون توجه بکنن، با قربانیان دیدار داشته باشن، اسناد درجه یک رو مورد بررسی قرار بدن، جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن. خب این روند رو خانم ساتو امیدواریم که ادامه بده، به ویژه که ایشون تو حوزه کارش مقابله با اعدام در سطح جهان موضوعی هستش که در تو ایران بسیار به کار خواهد اومد. من امیدوارم که ایشون هم همون گونه فرای در واقع دیدگاه های سیاسی به موضوع نقض حقوق بشر توجه ویژه بکنه. موضوع اقلیت های به حاشیه رانده شده، زنان، LGBT رو فراموش نکنه و مثل سه گزارشگر اخیر به این موضوعات توجه ویژه نشون بده، همینطور موضوعات اتنیکی. خیلی متشکرم از شما، شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران که از فرانکفورت همراه ما بودید. خواهش میکنم.